しかしその場に最後までマスードは姿を現しませんでした。彼は留守にしているカブール市内の状況を確認するため別室で現場司令官と無線での交信を続けていたのです。آزادی شده افغانستان آنوز سرنوشت مردم درست مکمل نیست. شما چند؟ نام شما؟ نام شما؟ بگو چی میگوی تو؟ خطیه زیگم چی شرم؟ چی شرم؟ جو درست از آن مرسان؟ نه چی خب داره دیدی؟ رایم چی نگو؟ بگو نه؟ نام بوستان چند سال هستی؟ 22 22 جوان نمیستان چند سال جنگ کردی؟ 10 سال 22 سال ده ده سال جنگ کردی؟ نه از دوال ده؟ از سال 60 بهتره. جنگ خلاص میشه؟ شما چی کارو میکنی؟ اگر جنگ خلاص میشه اگر با عسکری ضرورت بود عسکری میکنم اگر نه بفهمونی میرم دکونی میکنم. کجا می؟ در خانه ما. بتری نه شما چند سال هستی؟ من؟ 24 24 عروسی کردی؟ نه چی وقت عروسی میکنی؟ معلوم نیست دیگه. چرا معلوم نه؟ با حساب در با حساب دنیا و پیسه و پول فهمیدی نه جنگ میکنه خاص جنگ ازی به خاطر خدا و به خاطر مردم است به خاطر پیسه و پول و زندگی دنیا نه. مساوات معنوی به این معنی است که تمام انسان ها در برادر در پیش اسلام مساوی و برابر است. هیچ انسانی از هیچ انسان دیگه در انسانیت کدام تمیزی و چیز نداره، کدام امتیازی نداره. و ایس و بکنمونی عزیزم شما میتونین عملا در اسلام ببینین وقتی که در صف نماز مسلمان استاد میشه تماما اگر چی سرمایه دار است، چی فقیر است، چی دانشمند است، چی نیست، همه در یک صف استاد میشن در برابر پروردگار خود. و از نقطه باز انتقال میکنیم از نقطه نظر نفس انسانیت در اسلام همه انسان ها برابر است، سیاه بر سفید، سفید بر سیاه، هیچ کس بر هیچ کس امتیازی نداره. در قسمت مسائل اقتصادی اسلام اجازه داده که هر کس نظر به استعدادی که دارد تلاش بکنه و بتونه چیزی بیشترتری را به دست بیاره، مگر این چیزی که بیشتر به دست میاره نباید از طریق حرام به دست بیاره، بلکه از طریق کسب حلالش و در اثر زحمت خود به دست بیاره. در اسلام حقوقی که لازم است که به زنها داده شود دیگه کاملا وجود داره و اگر چیزی که اسلام گفته در رابطه با حقوق زنها و اگر بر زنها داده شود دیگه به یقین که زنها هر کدامش خود خوشبخت فکر خواهد کرده. شما که در افغانستان دیدین که آزادی زنها بسیار محدود است نسبت به دیگر جایا، ای از سبب ناشی از مسائل اسلامی نیست، بلکه اسلام به زنها حقوق بالاتر و بالاتر قائل است. دیگه این ناشی از عرف و عادات خود مردم افغانستان است که در این قسمت محدودیت هایی که اسلام نگفتن در بالای زنها تحمیل شده. اسلام به فرا گرفتن علوم بسیار تاکید کرده و فرا گرفتن علم به زن و مرد مسلمان فرض دانسته. دیگه طی مدت 40 سالی که ظاهر شده ای افغانستان حکومت کرده او توجه و خدمتی را که باید در قسمت مردم میکرد دیگه او رژیم در او زمان گذشته انجام نداد. بعدتر از او هم شما میفهمین که در زمان کمونیستا در افغانستان همیش جنگ بوده
و این زمینه و مجاهدین مساعد نبوده که بتانند مقاد قسمت تعلیم و تربیه مردم مصدر خدمات بسیار زیاده شود. دیگر طبعا افغانستان یک کشور عقب مانده بوده، بیش از 95% از این بی‌سواد است و آدم نمیتونه که به یک بارگی همه مشکلات حل کنه و همه بچه‌ها برند مکتب. شاید که بدتر تحصیلات در افغانستان تا یک حد معینی تا یک صفر معینی جبری بسازه و حکومت بتانه که کمک هایی بکنه به مردم تا بتانه تحصیل بکنه. شما آزاد شاید دیگه پاسمان؟ سنسان ها وقتا ایما، اناتا نو یک مسلمان از روزی که بالغ میشه تا روزی که دیگه فوت میکنه مسئولیتش ختم نمیشه، تا روزی که زنده است در روی زمین مسئول است به برابر خدا و هم به معروف و نهی از منکر وظیفه هر مسلمان در هر قسمت است. مگر ای که آیا وظیفه نظامی مزی سوالش هم خطر بود باز میگم به خدا تا وقت معذف میدانم به ادامه کار که یک امنیت کامل در افغانستان تامین شود و یک نظام و یک قانون در افغانستان حاکم شود، قانونی که همه مردم در سایه از او خود آزاد فکر کنند و مطمئن باشند و بتانند به زندگی طبیعی خود ادامه بدن. آناتانی توت تکیر تو هنام دست که؟ ما پیشتر گفتم که زندگی کردن فقط مبارزه در رای حقیده. مایی نی اینترویو شد توکی آناتا سنسوگا وات تارا 自分は中退した大学に戻って勉強を続けて、そして貿易の仕事を将来はしたいというふうに言ってましたけど、今の状況を見るととてもそういうことは難しそうなんですが、どうですか？インシャアラーメイドアラステム که به زودی در افغانستان امنیت تامین شود و یک نظام قانونی پیاده شود که همه مردم در او تحت از قانون بتانه با آرامی زندگی بکنه و این زمینه مساعد شود که من بتانم دوباره تحصیل بکنم. ぜひ日本に来てください。招待します。マスードのところにはまた大勢の人たちがやってきています。この日パキスタンから訪れた60人の宗教家を前にカブール凱旋のいきさつを語りました。و به این دلیل همه چیز را برقرار گذاشته. على هذا النمط نحن حولنا كل الامر الى القاده. و به این که جلب تفرقه را در آینده در افغانستان گرفته باشیم که زمینه دیگه به تفرقه وجود نه به نام شمالی و جنوبی تفریق نکنه، به نام مسائل قومی و جاهلی را و از همه که بالاتر هدف ما تشکیل حکومت اسلامی بود، نه به قدرت رساندن یک شخص. الله اکبر.